این جلسه به شما یاد میدم که چطوری یک فایل رو دیلیت بکنید، پاک بکنید از ریپوزیتوریتون. اول من سالان تکست رو باز میکنم، اینجا می‌نویسم فایل to delete one. خب این رو سیو میکنم داخل همین ریپوزیتوری و اول اسمش رو میذارم فایل underscore to delete one dot txt. خب و این رو سیو میکنیم و این میبینید که اینجا سیو شد. دوباره میام Command Shift یا Control Shift F S رو میزنم و این میگیم که file to delete underscore delete to dot txt. خب این رو سیو میکنیم. خب الان اگر من git status رو بزنم، خب اینجا چیز نشید status، اینا میبینید که داخل اینا هستن. من میام اول اینا رو اد میکنم داخل ریپوزیتوری که بتونم دیلیت بکنم. الان اگه اینا رو دیلیت بکنم هیچ اتفاقی نمیفته، میگه که مثلا این فایل رو نداشتم که از اول بخوام ترکش بکنم. بنابراین میگم git add نقطه و بعد میگم که git commit. git رو گات نوشتیم، commit یه مسیجی مینویسیم، مثلا میگیم که file to delete، اسمش رو میذاریم red shirt. حالا نمیدونم استار ترک رو دیدید یا نه، یه چیزهایی بودش که مثلا مقصودشون بودش که اضافه بکنم، به اسمشون بود red shirt که بعدا بتونم پاکشون بکنم. added و اینتر رو میزنیم. نوشته command not found، به خاطر اینکه من اینجا اشتباه خیلی بزرگی کردم، ازتون معذرت میخوام. اینجا گیت رو باید تیش رو میذاشتیم. خب اینا همه اد شد. الان من بزنم git status seat git status و میبینید که الان میگه هیچی نداری. خب الان رو چجوری من پاک بکنم؟ اولین راه اینه که من میام فایل یک رو درگش میکنم داخل سطل آشغال. خب الان اگر من بیام اینجا git status رو بزنم، میگه هی من یه فایلی داشتم به نام git file to delete one، نمیتونم الان دنبالش بکنم چون وجود نداره. خب شما درگش کردید داخل سطل آشغال، میگه بیاین ادش بکنه، خودش داره اینجا به شما میگه. خب اگه من اینجا بنویسم git add و بعد بنویسم first file، ببخشید file to delete one.txt و اینتر بزنم، خب هیچ کاری نکرد. ولی الان اگه بیام بنویسیم git status، دوباره میگه که کجا رفته داخل staging index، یعنی از اینجا میگه من داشتم برده انداخته داخل staging index یا برده داخل staging. الان میگه که شما میتونی بیا این رو دیلیتش بکنی. خب الان اگر من اینجا بنویسم git commit و بعد یه مسیج بنویسم، خب recover، داخل این باید بنویسیم recovered red shirt one، اینتر بزنم میگه که چی؟ recovered red shirt one. الان اگر من بزنم git status، خب میبینید که nothing to commit، ولی بچه ها فایل یک هم اینجا نیستش، داخل چیز هم نیستش، staging index هم نیستش. اگر من دوباره git status میگه git status زدم هیچ جا نیستش. خب الان اگر دوباره بنویسم git به اصطلاح چی add file to delete 2 اگر من بزنم یک، هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید fatal did not match any file، میگه هیچ فایلی رو من پیدا نکردم. خب و خب این الان داخل سطل آشغال هستش. خب و به خاطر اینکه شما وقتی از چیز استفاده میکنید، اد استفاده میکنید، میاد برای شما اد میکنه داخل استیجینگ ایندکس. اد مساوی با ریموو نیستش، در اصل دستورش اینه. اگر من اینجا بیام بنویسم، میبینید که فایل اینجا برنگشته. خب git rm یعنی remove و بعد بنویسم first file، البته first file نیستش، file to delete 2 ولی file to delete 1. میبینید که نوشته fatal، بازم میگه که من اینو پیدا نکردم. میبینید اما این اگر بزنید git log، اینجا متوجه میشید که چی شده. آخرین چیزی که کار کردیم نوشته بودیم recovered shirt 1 red shirt 1 و این اضافه نشده و در صورتی که ما ادش کردیم، اومدیم اد کردیم داخل staging 1 و اومد چیکار کرد برای ما؟ اومد از داخل به اصطلاح فکر کردیم که از داخل ریپوزیتوری از جای دیگه گرفتتش، آوردتش، انداختش اونجا که ما وقتی اومدیم اد کردیم اضافه نشد. حالا ما rm رو چیز کردیم، ریموو هم خواستیم بکنیم، دیگه اون نبودش اونجا. پس هنوز می‌بینید که داخل سطل آشغاله. راه دوم اینه که اگر اینجا نگاه بکنید می‌بینید نوشته add the third file into my repository و اینجا Q رو میزنیم میاد بیرون اینجا. راه دومش اینه که به جای اینکه این کارو بکنید، راه طولانی رو انجام بدید، اینجا می‌نویسید git rm و بعد اینجا می‌نویسید file to delete to. حالا می‌خوام اینو دیلیت بکنیم، اینتر میزنیم، می‌بینید فایل از اینجا محو شد. فرقش اینه که دیگه اون فایل رو نمی‌ندازه داخل سطل آشغال ما. این سطل آشغال من می‌بینید که این الان فایل یک اینجا وجود داره. بنابراین اینطوری پاک بکنید، نیاید اینجوری بندازید داخل سطل آشغال. اگر بندازید داخل سطل آشغال باید ریکاورش بکنید. حالا این ویدیو یه مقدار طولانی میشه ولی به شما نشون میدم دوباره. اگر من بزنم گیت استیتس، خب ببینید که فایل دیلیت که کردیم کجا رفته؟ نرفته داخل سطل آشغال، رفته داخل استیجینگ ایندکس ما. خب که من دوباره میتونم اگر بیام git add commit رو بزنم، اگر git commit رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ داخل staging index delete کردید، نمیاد اینو اضافه بکنه. اگر من حالا add بزنم چی؟ add file to delete underscore یا همین to بود دیگه .txt auto completion نداره. اینتر میبینید نمیاد اضافه بکنه، میگه که شما باید داخل staging ایندکست هست. خب اگر الان بیای کمیت بکنی، دیلیت کرده انداخته داخل، فکر نکنید فایل این تو، میگه که staging ایندکس داره به شما میگه که الان آماده است که دیلیت بکنی، فقط باید کمیت بکنی. یعنی اینجا بنویسی commit و بعد اینجا مثلا بنویسی که m file to delete red shirt to is deleted. اینتر میزنید، میگه که چی؟ یک فایل حذف شد و دیلیت شد. و اینجا اگه بزنید git status میگه که هیچی داخلش نیست، یا بزنید git log ببینید که چی شده، فایل تو دیلیت شده و دیگه اینجا نیستش. پس این راه خیلی بهتریه که تا بندازید سطل. حالا من این رو یه کار دیگه میکنم که شما بهتر ببینید، میتونید برید ویدیو بعدی اون که میخوان، ولی من رو درگ میکنم یا ریکاورش میکنم، کمند بکسپیس برمیگرده اینجا، get status رو میزنم، میگه که الان اینجاست، میگه که use git add include what will be committed، میگه nothing added to commit but on track file present use add to track، میگه بعد از add استفاده بکنی. خب وقتی این فایلی بود که من الان دوباره اضافه کردم، اگر من اینجا بنویسم git add all، خب الان بزنم git status، میگه داخل استیتوس هست. من دوباره باید بنویسم git commit و اینجا بنویسم که file to delete one add و انتر رو بزنم و الان بزنم git status، میگه که هیچی نیست و الان این داخل اینجا هست. پس دیدید که وقتی ما از اینجا دیلیت میکنیم به این صورت، خب اتفاقی که میفته اینجا اینه که فایل به کلی حذف نمیشه. وقتی من اینجا میزنم git الان استیتس، میگه که الان هیچی داخله. حالا نگاه بکنید، من اینو دوباره میذارم داخل سطل آشغال، برای ما تکست اومد، حواسم رو پرت کردم. من دوباره اینجا میزنم git status، میگه delete شده. الان تنها کاری که باید انجام بدید با دست مثل rm، فقط باید بنویسید که ببینید که اگر من add بزنم، خب اگر دوباره استیتس بزنم، میبینید که این الان قرمز بود. خب این قرمز یعنی چی؟ قرمز یعنی که اومده تو ورکینگ دایرکتوری، پیدا نکردمش. وقتی اد میزنید، خب دیلیت شده رو از ورکینگ دایرکتوری تو میاره داخل استیجینگ ایندکس. فقط الان باید چیکار بکنید؟ کمیت کنید. ببین چقدر سخته این راه. و میگم که فایل تو دیلیت 1، اینجا میگم که red shirt 1 is deleted، اینتر میزنم و الان کلا دیگه فایل نیستش. اگر git status رو بزنیم اینجا وجود نداره. پس سعی بکنید git rm رو استفاده بکنید و اسم فایلتون رو بزنید و اینجوری حذف بکنید و بعد کمیت بکنید.